نگرش ندا از دریچه فردا. غلام خبررسان با صابرخان که از قریه دیگر آمده است ملاقات میکند و غلام خبررسان ندا را به خاطر نامزادی پسرش پیشنهاد میکند. صابرخان، چشم ما روشن، خوش آمدی. سلام غلام جان، خوب هستی؟ خوب هستم صابرخان و احترام، کجا هستی؟ شکر که جور هستی. دیگه چی گپ هاست؟ چطور که طرف قریه ما آمدی صابرخان؟ خب چی بگویم، پیش قریه‌دار صاحب رفته بودم به خاطر یک مشوره. خوب گپ هست که ما خبر نداریم، اگر بگویی شاید یک مشوره داده بتونیم. به خاطر بچه‌ام رفته بودم، خواستم که تکبر خان مشوره کنم تا یگان دختر از قریه شما خواستگاری کنم. یه خو گپ نیک و خیر است. کار نیک و خیر است. ما از پیش از اینکه قریه جدا شوه خود یک قریه بودیم. بله بابا، اجداد ما در این قریه زندگی میکردن. مامکی را آدرس میتون که خیلی دختر خوب است. بسیار خوب، بگو که کی هست، دختر کی هست؟ مقصد من میگم باز دیگه خودت پیش برو و خیلی دختر خوب است. هیچ تشویش نکن، باز راز مردا پیش مردا. بیشک صابر خان، به دا دختر را بگو، یک دختر است که خانه پسرت را خوشبخت بسازه. خوبه، خیلی خوب. خیلی سبام و پیش قریه دار شد میرم موضوع را یاد میکنم. نه خوش بگی صابر خان، یک تایو بای اولش بگو، باز دنگ دوگش بگردن با خیلی. من میرم که کس در قریه منتظر است. بخیر بری، بخیر بیایی صابر خان. نگرش ندا از دریچه فردا. معلم آگاهی دهی خود را در مورد کار شاقه به اطفال شروع نموده و ندا کمی ناوقت به صنف می آید. شاگردا، درس امروز ما یک موضوع بسیار مهم است. معلم صاحب، موضوع چی است؟ در مورد کار شاقه اطفال است. معلم صاحب، کار شاقه یعنی چیست؟ کار شاقه یعنی کار که اطفال نباید بکنن. معلم صاحب، ما خیلی دیگه کار خانه نکنیم؟ نه خیر، شما با خانواده تان در امور زندگی تان کار کنید.
اما هدف ما از کار شاقه ای است که اکثر مردم اطفالشان از درس تعلیم دور میکنه و کارهای زوربا را سرشان میکنه. معلم صاحب، حال فهمیدیم که اطفال نباید در وقت درس و تعلیم کار کنند. بله، اما کارهای دیگه هم مربوط کار شاقه میشه. مثلا در شهر دیده باشید طفلک ها بوتا را رنگ میکنن، پلاستیک فروشی میکنن، کراچی دارن و حتی رکشوانی میکنن. بله معلم صاحب، ما هفته پیش کت مادرم شهر رفته بودم، دیدم که اطفال هم کار میکنن. بله، اما اکثریت از مجبوری کار میکنن و شاید یتیم و صغیر باشن. معلم صاحب، جوانان و قریه ما که سنشان 18 ساله نشده به کشورهای دیگه کار میکنن، آیا اونا هم کار شاقه میکنن؟ بله، اونا هم کار شاقه میکنن و گفتم که از مجبوری رفته و کار شاقه میکنن. معلم صاحب، ما هم در وقت جمع‌آوری حاصلات زمین خود میرفتیم. خوب، خیلی شما هم کار شاقه میکدیم. معلم صاحب، وقت پخته چینیم ما کار میکنیم. خود چی بگویم، در این باره باید به والدینتان آگاهی داده شود. معلم صاحب، امسال نمیگم، سال گذشته پخته چینی رفته بوده. مهم نیست که چی وقت رفته بودیم، اما کار شاقه خو کدیم. بله معلم صاحب. سلام علیکم معلم صاحب و شاگردا. علیکم سلام ندا جان، چطور که دیر آمدی؟ معلم صاحب، کم کار برم پیش شده بود، از او خاطر ناوقت آمدم. خوش شاگردا، امروز درباره کار و شاقه خو فهمیدیم و خیر یک برنامه آگاهی دهی و مادرایتان هم میگیریم. نگارش ندا از دریچه فردا. لب حوز کبیر تنها نشسته و غلام با خود زمزمه نموده لب حوز می آید و غلام به کبیر در مورد خواستگاری صابرخان صحبت می کند و نادر هم پیش کبیر می آید و غلام موضوع را به گوش نادر به طور غیر مستقیم می رساند. نادر کجاستی؟ چند قباد می آیم؟ این ما را خواستی خودت نیستی؟ بچهش یک کار پیش شده، نمی خلاص شد ما می آیم. خوزود بیا دیگه. ماخی من آتا بیرا دختر جام آتا بیرا از این قریه تیتید بیرا لا 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 لا. او غلام خبر رسان، خبرها را صحیح برسان. چی پیش خود گم گم داری؟ او کبیر جان، جوان کاکی قریه با بیجم آتا یک دلم شد کدام زمک کنم. خیلی خوب، باید اگان وقت دل خود خودم آشاد کنیم. اما تو نه غلام خبر رسان؟ بله، ما خو میگم که هوشیار هستی بچه. خب بیا که با هم دل باز قصه کنیم. من میخواستم که پیش تو بیایم و قصه کنیم و یک خبر کاغذ پیچ دارو برد. خب بگه که چه خبر کاغذ پیچ آوردی؟ من خبر را که میگم تحقیق و روشن میگم، اما شما هستین که با گپ ما گوی نمی کنین. تو هم گپت معلوم نیست، ناق میگم میگم گفته روان هستی. والا چی بگویم، یک مسئله است قبل از جور شدن خراب نشم. خوب بگو که من حوصله زیاد ندارم که اگر با کشالدار کنم. هم گپ معلوم است و
هم نفرش. من امو عادت دارم که گپه که معلوم نباشه بی حوصله میشم. تو را چی شده کبیر جان؟ در جوانی بی حوصله شدی گوی؟ خوبه که من سر تا پا گوش میکنم. خیلی تو کس اینه برد قصه میکنم. همی حال از پیش صابر خان آمدم. صابر خان کیست دیگه؟ من خو میگم که جوانهای قره ما از هیچیز خبر ندارن. اما مجبور هستم که به همه خبر برسانم. خوبه که صابر خان کیست؟ صابر خان زمیندار و مالدار قره بالاست. خوب، اما که چاقورش سفید است؟ بله، امو است. که پیش خریدار به خاطر خواستگاری آمده بود. اینال خوب شد. ما جوان ها شده پیرازن میگیره. نه گپ مرا نپا میبین. به خاطر بچهش پیش خریدار با آمده بود که اگه دختر خوب پیدا کنه و بچهش خواستگاری کنه. خوال فهمیدم. تو هم گپ یک کشاندار گفتی. من خو یک آدم باسل هستم. تا که گرم نبیایم دبام گفت بارا گفته نبیتانم کبیر جان. خب باز قریدار کی را گفته؟ از این موضوع هیچ کس خبر ندارد. اینه باز گفت نیم کلست. یک گف اما من به صابر خان یک چیز گفتم. چی گفتی؟ در مورد ندا گفتم که یک دختر خوب هست. نداره در این موضوع چی غره؟ اینه گپا پورا گوش نمی کنی باز گپ می دنی. خوب بگو. ما بر صابر خان گفتم که ندار رو با بچهش خواست کاری کنه. گپ خوب گفتی. هر دختر پشت بخت خود میره. من میگم که هوشیار هستی هوشیار. صابر خان بخیر خواست کاری بیایه. خیلی خوب است. کار ما هم آسان میشه در قریه بالا. کدام کارت آسان میشه و بچه؟ نیکه کدام کس را زیر نظر گرفتی چطو؟ هیچ اما تو باز وقتش رسید میگم. من میگم که هوشیار هستی هوشیار و غلام خبر رساد در خدمت تست. هر خبر خوب میرسانه. اوهو شما هر دو چی قصه دارین؟ یا رفیق همو تا قصه داشتیم. نادل جان خوب هستی؟ او روز ببخشی که گپ سر بیرا خمی غلط و میده بودم بچیش با مزرد دیگه. ویج گپ نیست. خوب شد که حل شد. خوب یک گپ هست تو بگم برد چه خشیم گوش کن. شما در بین خود چی پس پسک دارین؟ برای ما هم بگوین. خوب یک گپ هست چطور بگم بردم؟ اولا هم راست میگه. خدای نخواسته سرت بد نخوره. چه گپ است؟ کدام گپ سر ما بد میخوره؟ نادر جان ما و تو از طفلیت رفیق هستیم و هر کار ما خود پنهان نیست و یک موضوع در مورد زندگی ندا خواهر ماست. باز ندا چی کده؟ هیچ کار خلاف نکده. اگر کار نشی که بگویم. خب واضح بگو که چی گپ است. صابر خان پیش قریه دارم آمده به خاطر اینکه یگان دختر قریه ما را و بچهش خواستگاری کنه. بله نادر جان من به خاطر که ندا مثل خواهر ماست در موردش به صابر خان گفتم و زیاد تعریفم کردم. تشکر کبیر جان و غلام جان کار نیک کردیم. اما صابر خان کی است؟ صابر خان زمیندار و مالدار قریه بالا است. یادت است که او روز در قریه بالا پیش مسجد برش سلام دادیم؟ خواه شناختم ولن. یک خاندان بزرگ است. بله من به خاطرم این داره مربی کردم تا خوشبخت شود. فهمیدی؟ خواه بخیر بیایم و من کمی شارکار دارم و باز میبینم. خدا حافظ نادر جان بخیر بری. خدا حافظ.
نگرش ندا از دریچه فردا.